باعث و بانی اصلی این وضعیتی که در مملکت ما به وجود اومده جمهوری اسلامی است. اگر جمهوری اسلامی رو با رژیم سابق یه نقطه مشترک بخوام پیدا کنیم، اون نقطه مشترک رو چی می‌بینید؟ سرکوب، استبداد، خفقان. استبداد، بله. بله، استبداد، خفقان. یعنی استمرار استبداد، بله، در واقع سرکوب. در شکل مذهبیش، بله، بله. میشیم جمهوری اسلامی، بله. که همواره مورد حمایت اون کسانی بوده که منافعشون در ویرانی و منافعشون در جنگ و اینا، بله، بله. خلاصه شد. یا جنگ یا حالت جنگ. ببینید مثلا الان همین وضعیتی که در منطقه به وجود اومده که کرکری میخونن و هر لحظه هم ممکنه یه اتفاقی بیفته، نه جنگ، نه اون میخواد، آمریکا میخواد جنگ کنه. آمریکا الان در موضع جنگ کردن نیست. ترامپ با مخالفت با لشکرکشی به این ور اون ور تونست رای جمع بکنه و هیچ قولی که داده اینه که نیروهاشو از جاهای مختلف بکشه بیرون. گفت هزینه های بسیار زیادی برای آمریکا داره، ما باید آمریکا داخل و وضعیتشو درست کنیم. نیروهای زیادی کشته شده از آمریکایی یا نباید اینطوری بشه. این الان نمیخواد وارد یه جنگی بزرگتر از اون یکیه، چون جنگی با ایران یه جنگ طولانی تری میتونه باشه. اون نمیخواد، ولی سیاست لبه پرتگاه رو در رابطه با جمهوری اسلامی داره پیش میبره، یعنی تا لبه پرتگاه میبردش و میدونه که جمهوری اسلامی امکاناتی در دستش نیست. جمهوری اسلامی هم در کلیت، من اینو میگم، ما جمهوری اسلامی هم توان جنگ با آمریکا و اینا رو نداره، اینو خودش هم میدونه. میتونه لطماتی بزنه اینجا و اونجا به منافع آمریکا، یه بمبی بذاره 100 نفرم کشته بشه، ولی اگر بخواد درگیر بشه با دولت آمریکا سرنوشتش روشنه، رفته پیکارش، مملکتم داغون میشه. یعنی این جنگ اینطوری نیست که شیروژیکال میگم فرانسویه، یعنی برن مثل جراحی چیز از فقط حکومت رو بزنن. ما دیدیم قبلا گفته میشد که فقط میخوام مناطق معینی رو خیلی دقیق، و اینا دیدیم که چه وضعیتی برای مردم به وجود اومد. خیلی جاها زدن مردم ویران شد، تمام زندگی مردم رو آواره کرد. به هر حال اینه که جمهوری اسلامی هم میدونه که توان جنگ نداره، ولی تهدید میکنه. یه عده‌ای هم در امریکا میتونن باشن، هم در ایران میتونن باشن که منافع دارن که این جنگ صورت بگیره، یا حالت جنگی وجود داره، یا حالت جنگ. ولی در حالت جنگی اینها سلاح‌هاشون رو بهتر میفروشن. بله، برای اینکه وقتی اونجا اینطوریه، قطر نمیدونم ابوظبی اون یکی، تمام این ممالک عربستان سعودی همه میخوان مثلا در راحت میتونن پولهایی رو که از نفت درآمدی که دارن بدن خرید اسلحه، هواپیما، فلان اینا بکنن. همچنین دست رژیم هم بازتر میشه، رژیم اسلامی بازتر میشه، برای سرکوب بیشتر، سرکوب بیشتر. هر کی حرف بزنه میگن آمریکایی، دستگاه‌های امنیتی، یعنی هر حرکتی رو میتونه نسبت بدن. یعنی نه تنها کمکی به مردم نیست، نیست، مطلقا نیست، در جهت تقویت به نفع دموکراسی نیست، به نفع مردم نیست. هیچ جنگی برای دموکراسی خدمت نکرد. جنگ ویرانگره و میتونه مورد استفاده سرکوبگران و دیکتاتورها قرار بگیره. همطور اون چیزی که به نام جنگ ایران عراق معروف شد، باعث تسلط بیشتر سپاه و به اصطلاح بیت رهبری بر تمام امور اقتصادی و امنیتی و سیاسی کشور. بله، در اون شرایط جنگی بود که همه رو تحت عنوان خائن، حتی رئیس جمهورشون این آقای بنی صدر رو برداشتن. اصلا شرایط جنگی اگر نبود که اینا این کارا رو به این راحتی، نه اینکه نمیخواستن، اینها فکرن تروریستن، این شکی درش نیست. هر فکری رو که مغایر باشه باش میخواد بزنه، اینو میخواد، ولی توانشو نداشتن اگر این شرایط جنگی نبود. خمینی برای چی میگفت جنگ برکته؟ برای این برکتی که همه رو خفه کرد، همه رو خفه کرد. مردم حتی که هیچ، در درون خودشون هم اونهایی که یه ذره ناسازگاری داشتن اونها رو تحت عنوان چیز گذاشت کنار. خب من سپاسگزارم از تو پرویز عزیز، امیدوارم در برنامه های آینده بخوام شرکت بکنیم. با یک دقیقه فرصت، اگر دو دقیقه اگر بخوای تو برنامه های بعدی که ادامه میدیم
بخوای به بسیار کمکی کرده باشه به روشن شدن راهکارها برای گذار از این استبداد ویرانگر و نهادی نشدن دموکراسی چی خواهی گفت؟ بفرمایید. ببینید من فکر میکنم که مهمترین مسئله‌ای که در مقابل همه ایرانی ها قرار گرفته اینه که الان بحث این نیست که این حکومت خوبه بده، همگان میدونن که این حکومت چیه و نمیگم حالا همگان میخوان بره ولی اکثریت جامعه خواهان تغییرات و تقریبا این چند سالهایی هم که گذشت نشون داد که آویزان شدن از این اصلاح طلبان حکومتی ما رو به جایی نمیبره اگه کسایی این توهم رو داشتن. این که اینها با اون جناح دیگه تفاوت دارن و میشه از این فضا استفاده کرد برای خواسته های مردم مبارزه رو پیش بردن خوبه، ولی این که آویزان بشیم به اینا و این رسالتی رو که مردم و نیروهای روشنفکر احزاب سیاسی دارن اینو ول کنیم بگیم اینا هستن که بایستی جامعه رو تغییر بدن، اونم تقریبا این گفتمان خیلی عقب گرفته. وقایعی که در جامعه پیش اومد نشون داد که اینا کاری نیستن و خود اصلاح طلبان هم الان دارن بحثشون رو میکنن که از میدان خارج شدن، نتونستن راهکاری رو پیش ببرن برای در چارچوب همین حکومت میخواستن هرچی پیش بره. بنابراین اگر ما بخوایم که از این حکومت بگذریم برای همه مردم این سوال باید باشه که چگونه. ما هیچ راهی به جز اتحاد، همکاری و مبارزه مشترک نداریم. ما درد مشترک داریم، مبارزه مشترک باید بکنیم. تمام انرژیمون رو باید بذاریم برای این که این راه پرسنگلاخ اتحاد که خیلی سخته هموار بشه. طبیعتاً این اتحاد وقتی میگیم این نیست که همه احزاب سیاسی میگن خب آقا فهمیدیم حالا همه با هم دیگه کار میکنن، نه، اونهایی که میتونن برنامه های مشترک دارن باید متحد بشن، چه در طیف چپ و دموکرات، چه در طیف غیر دموکراتش دیگرانی که ماها باشون روابط اونطوری نداریم، اونا هم متحد بشن خوبه. همه پراکندن، این پراکندگی بزرگترین خدمت رو به بقای این رژیم میکنه و این رژیم در حقیقت یکی از دلایل ماندگاریش در اینه که اپوزیسیون رو تونست متلاشی بکنه و اپوزیسیون هم به جای اینکه همه انرژی خودش رو علیه این رژیم به کار ببره علیه همدیگه به کار برده. برای این یکی از آفات این مسئله رو ما حل نکنیم کلاهمون پس مرکز. ممکنه این حکومت بره ولی یک چیز بدتری ممکنه ازش بیاد. بنابراین که ما نتونست باشیم بنابراین نیروی دموکراسی، بله، نیروی دموکراسی، نیروی جمهوری خواهی، نیروی سکولار، اینها بایستی دست در دست هم متحد بشن تا بتونن پیش بیاد. الان وقتی این نیست که هر کسی بشینه بگه آقا من این برنامه اگر هر کی با این موافق بیاد، هیچ کس نسخه ای از پیچ نمیتونه از زیبش در بیاره برای جامعه. این جامعه نیازمند اینه که اخشار و طبقات مختلف و به تبع اون احزاب و سازمان‌های سیاسی که این منافع رو میخوان بازتاب بدن با هم متحدانه این مبارزه هماهنگ، بله، این جنبش دموکراسی خواهی رو در واقع به پیش ببرن و نهادی ببرن و قبل از اینکه رژیم از هم بپاشه که خواهد پاشی. بله، ما وقت رو نباید از دست بدیم. نباید وقت از دست، برای که بعضیا فکر میکنن که بگذاریم دادیم از دست. بله. خیلی خیلی عقبیم ولی باید جبران بکنیم. بله. با تمام نیرو باید میانگاری وجود نداره. خوشبختانه الان این ضرورت به عنوان ضرورت زمان در بین تمام طیف های مختلف اپوزیسیون مطرحه. همه احساس میکنن که میتونه تحولی اتفاق بیفته و خب چی ما چیکار کردیم؟ چی کار باید بکنیم؟ این شروع کاره ولی کار خیلی طولانی است. دقیقا، یعنی این شور و شوق برای اتحاد بزرگ ملی برای استقرار دموکراسی به وجود اومده، هنوز گام های اولیه است. بله. و میدونم که شما تو پرویز عزیز جزء کسانی هستی که پای میفشری بر اساس در واقع رساندن این صدا و ساماندهی جنبش دموکراتیک
برای نهادینه شدنش که برای گذار از این حکومت به یک نظام دموکراتیک به عنوان کف خواسته ها، که البته در واقع همیشه جنبش چپ جنبه عدالت خواهی هم توی برنامه هاش بوده، ولی فعلا گام اول گام دموکراسی خواهی است که در حقیقت پرچم اصلی و محور اصلی مبارزه است. من البته مایلم که اینو به این شکل بگم، گام اول نه، من معتقدم که مسئله محوری جامعه ما دموکراسی، ولی این به معنا نیست که ما اول دموکراسی باید بیاد بعد ببینیم نان مردم چی میشه. دقیقاً هر نیروی میخواد به پرچمی تبدیل بشه برای مبارزات مردم، هر پرچم نیرویی که میخواد به پرچم مبارزات مردم تبدیل بشه، بایستی در لوح سر لوحه این جمهوری خواهی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، جدایی دین از دولت و مسائل مختلفی که در درون دموکراسی میگنجه، و امروز یک مسئله بسیار مهم مسئله محیط زیسته که در ایران بیداد میکنه واقعا، و این باید در سرلوحه برنامه های هر جریان دموکراتیکی باشه که میخواد به یک نظام دموکراتیک ما پیر شدیم ولی خب هنوز نه. شما که همچنان پویا، من در این راه برای شما به ویژه و عزیزانی که در این راه گام برمی‌دارند همواره با انگیزه های انسانی در مبارزه برای آزادی و عدالت حضور پرثمر داشتن آرزومندم و امیدوارم که، و نه تنها امیدوارم بلکه تردید ندارم که ما مردم موفق خواهیم شد. بله بله، هم در کنار هم. از تو سپاسگزارم و از قول از تو میخوام بگیرم که در برنامه های بعدی برنامه مسائل رو بیشتر بازم. بله با کمال میل در خدمت هم. سپاسگزارم از شما. مرسی عزیزم.